انسان در جستجوی معنا نوشته ی ویکتور فرانکل بیدردی و بیحسی زندانیا علاوه بر وسیله دفاعی محصول عواملی مثل بیخوابی و گرسنگی هم بود و این در زندگی عادی هم اتفاق میافته بیحوصلگی دائم یکی از مشکلات روحی زندانیا بود بیخوابی تا اندازه ای به علت کرمهایی بود که دائم در کربه پرجمعیت و غیر بهداشتی میلولید نداشتن قهوه و سیگار هم کم و بیش باعث تند مزاجی بود علاوه بر این علل جسمی علل روحی دیگه هم به صورت عقده وجود داشت همه زندانیا دچار عقده حقارت شده بودند همه ما فکر میکردیم آدمیم ولی در زندان کسی به ما محل نمیذاشت درسته که ارزش های درونی به چیزهای عالی تر و روحانی تر متکیه اما باید دونست که در دنیای آزاد هم مردمی که به این ارزش ها ایمان دارن بسیار معدودن چه برسه به دنیای زندان زندانی معمولی بدون اینکه متوجه باشه حس می کرد که کوچیک شده و این مسئله وقتی به خوبی ظاهر می شد که به اوضاع زندان می اندیشید. زندانیای ممتاز سر دسته ها، شپس ها انباردارا و پلیس ها هیچ وقت خیال نمی کردن تن یافتن بلکه برعکس در نظرشون اون چه می نوعی ترفیع بود بعضی از اونها حتی گرفتار وهم گندگی هم شده بودند واکنش روحی و حسد اکثریت نسبت به اونها به چند نوع نشون داده میشد و گاهی هم به کنایه مثلا یه زندانی درباره کاپویی به زندانی دیگه می گفت فکرش رو بکن من این آدم رو میشناختم قبل جنگ فقط رئیس بانک بود همین هرگز خیال میکرد به همچین جایی برسه هر وقت بین اکثریت محروم با اقلیت نسبتا مرفه تصادم و برخوردی پیش میومد نتیجه خطرناک داشت به خاطر فشارهای روحی و تندخویی که علتش رو قبلا گفتم فرصت زیادی برای این برخوردها وجود داشت و غالباً با پخش غذا شروع میشد جای تعجب نیست که این برخوردها غالبا به جنگ و دعوا منتهی شد چون زندانی همیشه شاهد مناظر تازیان زنی و مشت و لگت بود برای همین انگیزه ای برای تعدی داشت من خودم با اون همه خستگی و گرسنگی گاهی اونقدر آتیشی می شدم که به بی اختیار مشتم و گره می کردم. خستگی من از این بود که مجبور بودم شبها تا صبح بیدار بمونم و اجاقی رو که استثناعا اجازه داده بودن در کلبه بیماران تیفوسی بذاریم روشن نگه دارم. روز ترین شبهایی رو هم که گذروندم همین شبها بود. در نیمه شب وقتی بیمارا خواب بودن با هزیون می گفتن من در کنار اجاق می شستم و چند سیب زمینی رو روی زغالایی که دزدیده بودم کباب می کردم. اما روز بعد کوفته تر و بیهستر و تند خوتر بودم. در اون موقع مسئول تنظیف کلیه بیمارها هم بودم چون معمور تنظیف بیمارا شده بودم اگر بشه واژه تر و تمیز رو در اینجا به من مجبور بودم کلبر رو تمیز نگه دارم. تظاهر به بازرسی که ما غالبا دوچار آن بودیم بیشتر برای آزار بود تا بهداشت خوراک بیشتر و چند داروی دیگه بسیار مؤثرتر از این تظاهرات می بود. اما بازرسا فقط به این اهمیت میدادند که یک پرکاه در راه را نیفتاده و پتوهای کثیف پر از کرم درست تا شده باشه. کسی به اونچه در این بیماری میگذشت توجهی نداشت. اگر من گزارشم خوب می دادم یعنی سلامم درست بود و پاهام رو به هم می کفتم و میگفتم. گفتم کلبه شماره نه شیش پنجاه و دو بیمار دو پرستار و یک پزشک اونها هم رازی می شدن و میرفتند ولی تا وقتی بیان و غالبا ساعتها دیرتر از وقت موعد سر می رسید من مجبور بودم پتوها رو دائم صاف کنم کاه و خاشاک رو از کف کلبه بردارم و به بیمارای بیچاره ای که از زور درد تکون می خوردن از تختشون پوشال به زمین میریخ فریاد بزنم این بیمارا بسیار بیغید و بیار شده بودن و تا به اونها تشر نمی زدی واکنش اینشون نمی دادن. تازه اونم گاهی فایده نداشت و آدم باید خیلی خودشون نگه داره که کتکشون نزنه. چون تندخویی خود آدم با بیقیدی اونها تصادم پیدا می کرد و این خطر موقع اومدن بازرسا به حد علا می رسید. از مطالعه این بحث روانشناسی و توضیحات مربوط به دردشناسی روانی اسیران اردو ممکنه این تصور پیدا بشه که انسان کاملا و بدون اجتناب تحت تاثیر محیطشه البته در این بحث محیط محیط منحصر به فرد زندان که زندانی رو وامی داشت رفتارش رو با الگویی پذیرفته تطبیق بده مورد بحثه آزادی بشر کجاست؟ آیا هیچ آزادی روحی در رفتار و واکنش در برابر محیط وجود نداره؟ آیا این نظریه درسته که بشر چیزی جز محصول شرایط و عوامل محیط یعنی محیط زیست و روان و اجتماع نیست؟ آیا بشر حاصل تصادفی برخورد این عوامله؟ آیا واکنش زندانیا در دنیای بی همتای زندان ناشی از آزادیه؟ این پرسش ها رو میتوان به طور اصولی و از روی تجربه پاسخ داد. زندگی در اردوی فشرده اسیران به خوبی نشون میده که بشر تا حدی در انتخاب عمل آزاده نمونه هایی وجود داره که ثابت میکنه گاهی میشه به صورتی قهرمانانه از این بیدروی و بیحالی جلوگیری کرد و تندخویی رو خاموش ساخت. بشر حتی در این شرایط روحی و بدنی سخت و طاقت فرسا هم میتونه اخگری از آزادی روحی و استقلال فکر نشون بده ما که در اردوی از ایران زیستیم مردانی رو بیاد میاریم که کلبه به کلبه میرفتن و زندانی های دیگر رو دلداری میدادن و حتی آخرین تکیه نون خودشون رو به اونها میبخشیدن گرچه تعداد اونها کم بود ولی همین نفس وجودشون نشانیه از این بود که همه چیز رو انسان میتونه جز به جز تغییر بده آخرین آزادی انسان آزادی این که گرایش خودش رو در برابر وضعی معین انتخاب کنه و راهش رو بر بگذینه زندگی اردویی هر روز و هر ساعت با تصمیم و انتخابی روبرو بود تصمیمی که معناش این بود که آیا انسان به اون همه نیروی تهدید کننده تسلیم میشه یا نه به اون همه نیرویی که انسان را از خودش بیخود میکنه و آزادی درونیش رو میگیره آیا در برابر این تهدیدها فرد بازیچه حوادثه و آزادی و ارزش خودش رو از دست میده و چون اکثریت زندانیا خمیره ای میشه از بیهسی و بیدردی وقتی با این دید بنگریم روشن میشه که واکنش روانی زندانیان رو باید بیشتر محصول عوامل بدنی و اجتماعی دونست درسته که بعضی عوامل مثل کمخوابی و بیغذایی و فشار روحی در اونیات رو به واکنش هایی وامی داره اما در بررسی نهایی به این نصد می رسیم که زندانی به هر صورتی که در می اومد محصولی بود از تصمیم نهایی خودش و نه تأثیر یکتای محیط زندان هر فرد میتونه در اوضاعی ناگوار تصمیم بگیره که از نظر روانی و روحانی چه روشی رو پیش بگیره فرد میتونه ارزش انسانی خودش رو حتی در موقعیت سخت زندگی در زندان هم نگاه داره داستایوفسکی گفته که من تنها از یک چیز حراس دارم و اون اینکه شایسته رنجهایم نباشم وقتی در اردو دلیرانی رو میدیدیم که رفتارشون رنج ها و مرگشون شواهدی بود بر اینکه همه چیز رو میشه از انسان گرفت جز آزادی آخرین ما میدیدیم که اون دلیران شایسته رنج هاشون بودن و کلام دستایوفسکی رو دوباره به یاد می آوردیم این نشونی بود از یک مکاشفه و مجاهده بزرگ درونی نشونی که زندگی رو معنادار و با هدف می ساخت. زندگی فعال فرصتی برای یافتن ارزش در کارهای خلاقه و زندگی آرام فرصتی برای درک زیبایی، هنر و طبیعت. اما در اون زندگی هم که از فعالیت و آرامش بی نصیبه باز هدفی وجود داره. چنین زندگی هم خالی از امکاناتی برای درک ارزش های عالی انسانی نیست. این مسئله واکنش فرد در برابر حالت موجوده بر زندانی زندگی خلاقه و آرام هر دو حرام بود اما تنها این خلاقه بودن یا آرامش و لذت زندگی نیست که اون رو معنادار میکنه اگر زندگی معنایی داشته باشه رنج کشیدن هم معنادار میشه رنج چون مرگ و سرنوشت بخشی ناگسستنی از زندگیه بدون رنج و بدون مرگ زندگی کامل نیست طریقی که انسان سرنوشت و اون همه رنجش رو تحمل میکنه و نحوهی که صلیبش رو به دوش میکشه فرصتیه که حتی در ترین شرایط معانی عمیق به زندگیش بده تنها این زندگیه که ارزشی فداکارانه داره و چه بسیار کسانی که در این کشاکش برای بقا ارزش انسانیشون رو از دست دادن و چون چار پایان شدن البته پستر